نام خدا شاگردای عزیز سلام خوب هستین بخیر هستین جور و سعادتمند باشین شاگردای عزیز به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدید <موسیقی> خب شاگردای عزیز و گرامی صنف هفتم ما و شما مضمون ریاضی رو با همدیگه هم میخوانیم درست است؟ فصل چندم هستیم فصل ششم ما شما شروع میکنیم و درس اول ما و شماست خب عنوان فصل هفته ما و شما چی است خطوط موازی و عمود بر هم خب شاگرد عزیز هدفی که ما و شما در درس امروز میخوانیم چی است خطوط موازی و عمود بر هم باید تعریف کنیم که چی است چه خطهایی رو ما میگیم موازی و چه خطوطی رو با هم میگیم چی عمود بر هم هستن صحیح است پس اول ما چی میکنیم سر تخته که رفتیم اول ما میایم خط تعریف میکنیم خط چی است خط یادآوری میکنیم که ما چند نوع خط داریم خط مستقیم داریم خط منکسر یا شکسته داریم خط منحنی یا خمیده داریم صحیح و وقتی ما میگیم که خط منظور ما و شما هم خط مستقیم هست. است صحیح است مستقیم چه وضعیت نظر به هم دارند آیا موازی هستند متقاطع هستند یا عمود بر هم هستند صحیح است که یار ما و شما در شکل براتون تشریح میکنیم که کاملا بفهمید چی هست خب شاگرد عزیز کارخانی درس گذشته رو باید به با ما روان میکردین از طریق واتساپ نمبرش هم چند است؟ 20964 780 255 40 13 اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید شاگردای عزیز پس میریم سر تخته درس امروز شروع میکنیم شاگردای عزیز و گرامی در امروز ما و شما چی است خطوط موازی و عمود بر هم صحیح پس بعد نوشته کنم من از قبل که نوشته کنم شاگرد عزیز ما اول خط برتون یک یادآوری بکنم گفتم که اگر در سنف در سنفای قبل یادتون باشد ما خط بهش شک یاد گرفتیم نه خط گفتیم ما سه نوع خط داریم خط مستقیم صحیح خط منکسر یا شکسته و خط خمیده یا منحنی پس به میگیم خط مستقیم به یا میگیم چی خط شکسته یا منکسر و خط خمیده یا منحنی پس نوشته میکنم خط مستقیم سیست خط شکسته و خط خمیده یا منحنی برش گفته میشه درست است و از به بعد ما و شما وقتی میگیم خط منظور ما و شما خط مستقیم است صحیح اگر یا باشد باید نوشته کنیم باید بگیم خط شکسته یا خط منکسر خط خمیده یا منحنی بر ما و شما گفته میشه پس اگر کلمه خط آمد منظور ما و شما چی است خط مستقیم است صحیح پس یا را دیگه باید نامش کامل بگیریم بگیم خط خمیده خط شکسته فهمیدی چرا خم شد چرا عزیز پس خط منظور ما و شما خط چی است خط مستقیم است خود این خوب فهمیدیم عالی ما و شما خط مستقیم کار داریم وقتی میگیم خط خط مستقیم خط مستقیم چی میگیم که از دو طرف تا لای تناهی ادامه دارد این ما میفهمیم فا این اگه ما طلای تا تنه بکشیم میبرم طلای تا تنه ادامه دارد ما و شما خود کشیده نمیتونیم فقط یک قسمت از میکشیم صحیح است پس این از دو طرف چی است ادامه دارد خب پس با معیار پاک کنیم با پایینش نمیشتم میکنیم پس ما و شما حال ده خط مستقیم ما و شما یک خط داریم صحیح است یعنی از دو طرف ادامه دارد طلای تنه یک تا نیم خط داریم پس این چی هست؟ این شد خط از دو نوشته میکنم از دو طرف ادامه دارد طلای تنه از دو طرف ادامه دارد یا امتداد دارد. تا لایه تناهی. پس این خط میشه. دیگه چی داریم؟ نیم خط داریم. نیم خط چی رقم هست شاگرد عزیز؟ نیم خط. یک طرفش بسته است. یک طرفش تا لایه تناهی ادامه دارد. بانان مثال. این طرف ما و شما یعنی نقطه که میمونیم منظورش چی است منظورش شیست که دیگه از یه بر دامه نداره دست است و از یه بر طلای تنای دامه داره صحیح است پس, پس از یک طرف طلای تنای دامه داره نوشته می از یک طرف ادامه دارد یا امتداد دارد صحیح شاگرد عزیز پس نیم خط فا می دیم. یک طرف بس است یک طرف طلای تنای ادامه دارد و دیگه چی داریم پاره خط یا قطه خط خط یا براش قطعه خط هم گفتم میشه دیگه قطعه خط سایز چقدر سایز قطعه خط یا پاره خط و چی میشه از دو طرف بسته است یعنی ادامه ندارد سیست؟ با من مثال به این شکل ما چی میکنیم دو طرفش نقطه میمانیم. یعنی بسته است بس میشه از دو طرف بسته است از دو طرف بسته است و ادامه ندارد. پس خود خط خود مستقیمی که ما شما میخوانیم سه نوع است دیگه نه میگیم خط نیم خط و چی پاره خط یا قطه خط سیست پس خط از دو طرف ادامه دارد نیم خط از یک طرف بسته است یک طرف تا لایتان ادامه دارد و پاره خط یا قطه خط چی میشه از دو طرف بسته است سیست خب یاد، دارد یا کاربرد داره در ریاضیات شاگرد عزیز خط خود خب میفهمید خیلی جا کاربرد داره خطوط موازی عمود بر هم یار میخوانیم اما نیم خط چه کاربرد داره در زاویه ها صحیح زاویه چی است زاویه از دو نیم خط تشکیل میشه دقت کنید یعنی زاویه بانان x او y باشد چی میشه او x ما شما یک نیم خط است از این بر از سمت او ادامه نداره بس هست. از x تا ادامه دارد و با اون شکل دیگم y هم چی است یک نیم خط است و از نیم خط کاربرد زاویه ها کار برده رو سیست خط خط هم که در چند ها مربع، مسلس، مستطیل سیست به او کاربرد دارد. خب شکرده از بگرامی پس ما خط ها رو چیست؟ خط مستقیم، خط شکست، خط خمیده وقتی گفتیم خط منظور ما با شما فقط خط مستقیم است حال خود خط که ما میگیم خط مستقیم سه نو میشه خط از دو طرف ادامه دارد نیم خط از یک طرف ادامه دارد یک طرف بسته است و پاره خط از دو طرف بسته است درست است؟ خب پس ما یا پاک بکنم موازي خطوط موازی و عمود بر هم درس امروز ما شماست <متحدث> خب شاگرد عزیز پس نوشتهر میکنم خطوط موازی و عمود بر هم <متحدث> پس خطوط موازی و عمود بر هم یا عمود دیگه سیست خب اگر ما و شما دو تا خط داشته باشیم اما گفتیم وقتی میگیم خط خط مستقیم است دیگه نه دو تا خط داشته باشیم این دو خط نظر به هم چه حالت های میتونه داشته باشه دو خط ما و شما شاگرد عزیز یا همدیگر رو نمیکنند، نمیکنن هیچ وقت همدیگر رو قد نمیکنن نمی یا دو خط است که تا لای تنوی اگر ادامه بدیم هیچ وقت همدیگر نمیکنن سیست به این دو خط میگیم خطوط چی موازی پس دو خط دیگه اگر ما تالای لای تنها ادامه بدیم هیچگاه همدیگر هم قط نکنن قطع نکنند میگیم چی خطوط موازی است شاگرد عزیز دقت کنید اگر دو خط ما شما موازی نباشد به این شک باشد به عنوان مثال این دو خط همدیگر دیگر قطع میکنند در اینجا قطع نکرده ولی چون خط است شاگرد عزیز تا ما میتونیم این را امتداد بدیم ادامه بدیم پس اگر ما ادامه بدهیم به شک میشه دقت کنید می اینجا چی میکنه هم میکنه سایست. حتی ما و شما ای قسمت آخرش هم نکشیم باز هم میفهمیم که چه خطوط ما و شما موازی نیست به ای دو خط چی میگیم میگیم غیر موازی ها میگیم متقاطع هستند یعنی یک جا همدیگر را قطع میکنند صحیح است خب حالت سوم چی است شاگرد عزیز اگر دقت کنید بون را بکشم به یک تا زاویه بین دو وقت هم دیگر قد میکنه در یک نقطه که یک دیگر قد میکنه یک تا زاویه جور میشه او زاویه هم فعالی درجه داره 20 درجه 30 درجه 40 درجه فرق نمیکنه یک زاویه است اگر دو خط ما و شما هم دیگر قد کنن و زاویه بینش 90 درجه جور شوه به این حالت میگیم دو خط چی هستن عمود بر هم هستن پس نو... چی نو... شاگرد عزیز حالت اول دو خط ما و شما هم دیگر قد نمیکنن میگیم خطوط موازی دو خط همدیگر در یک نقطه قد میکنن میگیم خطوط چی متقاطع و دو خطی که اگر همدیگر رو قطع کنن زاویه بینش 90 درجه باشد و با اون میگیم خطوط عمود بر هم پس با نوشته کنم شاگرد عزیز خط اول من نامش رو دی یک خط دوم دیدو دی دو میمانیم صحیح است نامگذاری است دیگه خط اول دی خط دوم هم دی دو ده اینجا دی یک و دی دو ده اینجا هم چی این ای را دی یک و این رو دی دو میمانیم صحیح خب شاگرد عزیز بهش نوشته میکنیم دو خط موازی را ما و شما به این شکل نوشتن میکنیم نوشتن میکنیم دی یک موازی دی دو از این سمبول استفاده میکنم یعنی سمبول میشه چی سمبول موازی بودن یعنی چی بود شاگرد عزیز مساوی است این مساوی است این چی میشه موازی میشه دی یک با دی دو معنای موازی چی است شاگرد عزیز گفتیم معنای موازی است که همدیگر هم دیگر قطع نکنند البته ما یک حالت موازی دیگه هم داریم که اون ما درون نوشته میکنیم در اینجا براتون صحیح ولی به شک میگیم اگر ما و شما بیایم چی کنیم شاگردای عزیز ما بیایم فاصله خط دی تا دی را دریافت کنیم فاصله یعنی چی یعنی یک قطه خط یا پاره خط بین از دو بکشیم که زاویه باید 90 درجه باشد زاویه بینشان 90 درجه باشد یعنی فاصله رو ما شما با خط کش بیایم دریافت کنیم بگیریم اندازه بگیریم دو سانتی متر باشه 3 سانتی فرق یک عدد میشه صحیح در اینجا اندازه گرفتیم بریم در جای دیگه هم اندازه بگیریم در آخر هم اندازه بگیریم صحیح زاویه فقط فکر باشه زاویه بین با باید 90 درجه باشه وقتی میگیم فاصله یعنی زاویه چی باشد 90 درجه باشد بینشان با پس فاصله یار اندازه میگیریم درست فاصله بین دو خطه. خب شاگرد عزیز هم باید چند باشد متر هم باید متر باشد او باید دو سانتی متر باشد. درست است پس فاصله بین دو خط در نقاط مختلف اگر با هم برابر باشد میگیم دو خط چی هستند موازی هستند اما دهی شما اگه فاصله رو به اندازه بگیرین شما نمیتونید یک قطعه خط بکش هم دهی عمود باشه هم دو عمود باشد پس این اگه تو یک طرف مجبور عمود بکشی سیست؟ است به این شکل این عمود باشد اما اینجا دیگه عمود نیست خب فاصله این نقطه را تا این اندازه با مثال 3 سانتی متر میشه اما این اگه بیان اندازه بگیریم چند میشه 3 سانتی متر نیست کوچکتر میشه دیگه 2 سانتی متر میشه پس دو خط با هم موازی نیستند میتونیم به این شکل هم بگیم پس خطوط موازی دو خطی هستند که فاصله دو خط در نقاط مختلف با هم چی است مساوی است یعنی ما این فاصله را دریافت کنیم 2 سانتی متر دینم در دریافت کنیم 2 سانتی متر بر دو در آخرم دریافت کنیم بازم 2 سانتی متر دیگه در برام دریافت کنیم 2 سانتی متر سیست اما در خطوط متقاطع به شکل نیست فاصله بین دو خط ثابت نیست تغییر میکنه 3 سانتی متر 2 سانتی متر 1 سانتی متر سیست پس شاگرد عزیز دو خط موازی رو ما شما به شکل نشان میدیم دی یک موازی است با دی دو. اما در اینجا دی و دی دو موازی نیست به نوشتن نوشته نوشته میکنیم دی ما و شما موازی با دی دو نیست بالای موازی یک تا خط به شکل میمانیم پس این موازی بودن است این موازی نبودن است اما در زمانی که موازی نیست متقاطع است اما زاوی بین دی و دی دو 90 درجه میشه به این میگیم عمود بر هم چی رقم نشان میتونی میره؟ نوشته میکنیم دی ما و شما عمود است بالای دی دو صحیح شاگرد شاگرده عزیز؟ این سمبول چی میشه؟ سمبول عمود بودن پس این موازی بودن موازی نبودن و این هم چی است؟ عمود بودن خب شاگرده عزیز اگر ما و شما دو, دو خط ما و شما دقیقا روی هم قرار بگیره یا منطبق باشد مثلا هم میگیم بنام مثال این خط چی باشد خط دی یک ما باشد و خط دی دو رو ما با دیگر رنگ میکشم خط دیدوی دو من به با این شک باشد و دقیقا روی همی قرار بگیره خط دیدوی دو من به این شک باشد دی دو دقیقا روی هم قرار میگیره این دو حالت چی میشه این دو حالت همگر قد کرده بله در کجا در لایه تناهی نقطه هم دیگه مشترک است دیگه صحیح است ولی در این حالت هم ما و شما میگیم چی است موازی است چرا چون گفتیم فاصله بین دو خط در جاهای مختلف باید مساوی باشد اگر دو خط موازی باشد فاصله بین دو خط دیده دیگه دیده چنده چند صفر است هیچ فاصله نداره دقیقا روی هم قرار گرفته هم ده اینجا صفر میشه هم در اینجا صفر میشه هم در آخر صفر در هم ده اونجا صفر میشه صحیح پس فاصله بین دی یک چون صفر است با هم مساوی است پس این هم بگیم چی است دو خطی که با همدیگه موازی هستند پس نوشتن میکنم من دی یک ما و شما موازی است با دی دو پس دو حالت موازی داریم شاگرد عزیز یا هیچگاه همدیگه را قطع نکنند یا در لایه نقطه همدیگه را قطع کنند این روی هم منطبق باشن صحیح پس دو خط موازی رو میگیم دو خطی که تعریفی دقیقش است فاصله بین دو خط در دو خط مختلف با هم چی باشد مساوی باشد در اینجا کلش دو است با نانصل در اینجا کلش صفر است پس تعریف ما و شما به شک شد دو خط موازی دو خطی که هیچ گام دیگه هی هم قد نکنند در خط هست که شاگرد عزیز تا لایتنه ادامه دارد دا باز فکر نکنید که اگه به با شک باشد نگاه کنید شاگرد عزیز این خط دی یک این خط دی, دی دو ما باشد این دو خط موازی هستند میگیم نه خیر هم دیگر قد نکده ولی در لایتنایی که ادامه ادامه بدیم قد میکنه دیگه شما یه تا لایتنا ادامه بدی و ادامه بدی می قد میکنه هم دیگر خط مستقیم است دیگه پس فکرتون باشد شاگرد عزیز پس میگیم دو خط موازی دو خطی هستند که یا هجگاه هم دیگر قد نکنن یا در لایتنا نقطه یا در بین های نقطه هم دیگر قد کنن روی هم منطبق باشید دو خط میشه موازی اگر در یک نقطه قد کنن میشه چی متقاطع یا غیر موازی حالا اگر متقاطع بود زاویه بینش 90 درجه بود به اون میگیم دو خط عمود بر هم درست است شاگرد عزیز؟ پس ما خطوط موازی عموده فامیدیم خب شاگرد عزیز من تختر پاک میکنم چند نکته در رابطه با خطوط موازی امود عمود بر شما میگم درست است پس من تختر را پاک میکنم خب شاگرد عزیز نکته یک نکته بسیار مهم داریم نکته ما شما به این شکل هست. دقت کنید ما اگر یک خط داشته باشیم خط با نام مثال دییک سیس خط دیکما دی, دی, دی ما شما باشد سیس خط دیگه ما شما نامش باشد الیک و بر دی چه باشد عمود باشد چی است عمودنی زاوع بین چند است نود درجه است ایرا میگیریم الیک خط الیک خط سوم ما شما نامش باشد ال دو و دوباره بر دی چه باشد عمود باشد زاویه چند درجه باشد؟ 90 درجه یعنی L2 پس دقت کنید شاگرد عزیز L2 ما و شما عمود است عمود موازی نمیشته کردم. باند پس به با این شکل نمیشته L1 موازی عمود است بر D L1 عمود است بر D و L2 هم به این شکل است L2 عمود است بر D خب از یه چه چه نتیجه گرفتم میتونیم ما و شما؟ خط, بر دی عمود خط ال که ما شما بردی عمود اضافی بینش 90 درجه است خط ال2 با دی عمود اضافی بین 90 است بین ال1 و ال2 چه نتیجه گرفته میتونیم بگین شما یا بر هم عمودن نه خیر عمود نیست اینا بر هم موازی ان آفرین وای که گفتن موازی آفرین چون این تالای تنها ادامه بدیم یکدیگر دیگر قد نمیکنن پس نتیجه اش نیست که خط ال1 موازی است با خط ال2 پس نکته ما شما می است دو خط عمود بر یک خط با همدیگه چی هستند موازی هستند یک نکته بسیار نکته مهمی است پس نوشته می کنیم دو خط عمود بر یک خط با هم موازی هستند سایز چاگرد عزیز پس نکته بسیار مهم است دو خط عمود بر یک خط با هم دیگه موازی هستند پس این نکته نکته بسیار مهم است خب چاگرد عزیز یک تا مثال کار کنیم مثال کارخانگی یا مثال امتحانی پس مثال با ما و شما به یک مثلا یک تا سوال با ما و شما یک تا شکل میته صحیح؟ به یک با ما و شما میته خب گفته که چکار کنید ای ا ای بی نقطه بی نقطه سی نقطه دی این شکل ما, ما شما داده گفته که شاگرد عزیز خط ها. اینا هم، خط خط پاره خط هستند چون از دو طرف بس هست نه حالا گفته ما و شما میگیم دو تا خط خط چی است با هم موازی هستند اگر ما وار ذهن خود امتداد بدهیم و همدیگر قطع نکنند درست است دقیقا مشابه خط در نظر میگیریم وقتی قطع های موازی هم به شکل چون قطع خط ادامه نداره ولی ما در ذهن خود باید ادامه بدیم دیدیم اگر در لای هم همدیگر قد نکرد میگیم دو, دو تا خط چی هستن تا خط با هم موازی هستن به ما شما این شکل میت میگه که شما چیکار کنید خطوط موازی را قطع های موازی و قطع خط های عمود بر هم مشخص کنید کدامش موازی است کدامش عمود بر هم پس من نوشتم شاگرد عزیز خب ا دی درست است ایدی چی است بر ای چی است زاویه خودش به ما شما این شکل کشیده یعنی 90 درجه است یعنی عمود است پس ای بر ای چی امود است عمود است نوشته می کنم پس ای عمود است بر یعنی ای ما شما بر ای بی عمود است بر ای بی صحیح است خط بر ای عمود است این هم 90 درجه است پس ای دی بر دی سی هم عمود است پس نوشتم می کنم ای عمود است بر دی سی صحیح است؟ پس عمود نوشته رو کردیم آلی موازی کدام است؟ از این نکته ما میتونیم استفاده کنیم شاگرده عزیز درست است این دو خط بر یک خط عمود است با همدیگه چی میشن؟ با همدیگه موازی میشن آفرین پس میتونیم بگیم AB بر دی سی موازی هستند پس نمیشتن میکنم ای بی موازی است با دی سی صحیح است؟ خب دیگه چی شاگرد عزیز؟ خط خط بی سی با AB بی چی است؟ موازی است؟ نه, نه خیر همدیگر قد کردن زاویه بینش نه... این زاویه 90 درجه است میگیم نه خیر پس عمود بر هم نیست پس چی میشه؟ متقاطع برش گفته میشه یا میگم غیر ما پس نوشته میکنیم خط خط ای بی با DC موازی نیست یا نویش... اگر نوشته کنیم متقاطع باید در این نوشته کنیم متقاطع هستن صحیح است؟ یا موازی نباشن میتونیم به این شکل هم نوشته کنیم نوشته کنیم ای با DC AB B و BC. BC موازی نیستن یک تا خط هم روش نوشته کنیم اگر بخوایم نوشته کنیم متقاطه هستن دری نوشته میکنیم متقاطه هستن سیست؟ پس شاگرده عزیز فاهم سوال کارخانی که و به این شکل است و ما شما یک تا شکل میتونه شکل هندسی است. میگه که قطع خطا را مشخص که کدام با هم موازی است کدام بر هم عمود است و شما میفاهمید دیگر نظر به شکل با ما شما میفاهمید که کدام عمود است و کدام موازی است درست است شاگرد عزیز؟ پس درس امروز ما شما می بود خطوط چی موازی و خطوط عمود بر هم خب شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما شما خلاص شد چی بود خطوط موازی و عمود بر هم پس من ما تیک مارک میکنم و کارخانگی کارخانگی چی است تمرین های صفحه 158 کتاب باید حل کنید و به ما روان کنید از طریق چی از طریق واتساپ نمبرشم نمبرش هم 20964, 780, 255, اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید خب شاگرد عزیز و گرامی پایان درس اول از فصل ششم شاگرد عزیز مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا نگهدارتان